درود به همه دوستان، امروز قراره که از تهیه پیتزای مرغ و قارچ رو با هم دیگه انجام بدیم. خب تو ابتدای کار ما یک لیوان شیر ولرم و دو لیوان آب ولرممون رو به مخمر و نمک و شکرمون اضافه میکنیم. یک مقدار که مخلوط کردیمشون درشون میذاریم، مدت 10 دقیقه استراحت میدیم تا مخمر به عمل بیاد و ما 7 پیمانه آرد اضافه میکنیم توی ظرفی که میخوایم خمیر رو درست کنیم. من آردانم 3 بار علک کردم که هوای بینشون از بین بره و توی 3 مرحله 2 مرحله ما مایه خمیرمون رو به آرد اضافه میکنیم توی کردید مخلوط میکنید و 7 قاشق غذاخوری هم روغن زیتون رو بهش اضافه کردم و با کف دست شروع میکنید ورز دادن تا خمیرمون هوای بینش هم از بین بره و زمانی هم که دیگه خمیر به دستتون نچسبید دیگه خمیر آماده است برای اینکه بهش استراحت بدیم. خب وقتی که ما کامل خمیر رو ورز دادیم و دیگه به دستتون نچسبید، داخل همون ظرف میذارید، یه مقدار سطحش رو با روغن زیتون چرب میکنید و زیرش هم همینطور میذارید داخل ظرفمون، روش رو میپوشونید و یه جای تاریک و گرم میذارید حدود 2 ساعت بعد تا خمیر ما به عمل بیادش. خب بعد از 2 ساعت ما خمیر ما آماده است. سطح کارمونه مقدار آرد بزنید، خمیر رو به همین ترتیب یک مقدار دیگه ورز بدین و شروع میکنیم بعدش به چونه گرفتن حالا اندازه ظرف پیتزامون و به همین ترتیب که میبینید چونه گیری میکنید و شروع میکنید دوباره برای باز کردن خمیر به اندازه ظرف پیتزامون. و اینکه موادی که استفاده کردیم برای تهیه خمیرمون برای 7 نفر هستش که مواد ما آماده کردیم و حالا خمیرمون رو با دست باز میکنیم. مقدار گردش که کردیم میتونیم با وردنه به همین صورت که میبینید خمیرمون رو اندازه قالبمون با یک ضخامت درست کنیم. بعد از اینکه خمیرمون ضخامتش یک دست شد داخل ظرف و کفش رو کاملا چرب میکنید با روغن زیتون و خمیر رو داخلش میذاریم. یک مقدار هم میتونید از آرد به کف ظرفمون بزنیم که در انتها میتونه جلوگیری کنه از اینکه خمیرمون بچسبه. خب بعد از اینکه ما خمیر داخل ظرف پهن کردیم میریم سراغ سسمون. برای درست کردن سسم من 1 قاشق غذاخوری رب، 1 مقدار آب ولرم، پودر سیر، آویشن، فلفل سیاه و 1 مقدارم روغن زیتون اضافه میکنید و کامل که مخلوط شد روی سطح خمیرمون میزنید. خب سس ما هم که آماده شد روی سطح خمیرمون کامل میزنیم و کاور میکنیم خمیر رو که به همه جای خمیرمون پخش بشه سس و میریم سراغ اینکه بقیه موادمون اضافه کنیم. من 1 مقدار آردم به کف کار میزنم، پنیر پیتزامون رو سطح خمیر میریزم کامل کاور بشه و بعد مرغای ریش ریش شده و تعمدار شده رو کامل میریزم روی سطح اضافه میکنم و قارچ رو به همین ترتیب و در انتها فلفل دلمه رو اضافه میکنم. و اینکه من خمیر پیتزا رو همینطور که دیدین ضخامتش رو کم گرفتم و نازک به اصطلاح باز کردم خمیر رو، ولی خب توی برنامه بعدی حتما من یک خمیر با ضخامت بیشتر با هم دیگه درست میکنیم. همینطور هم که میبینیم من پنیر پیتزا رو زیاد استفاده نمیکنم تو پیتزاهام، ولی خب باز اون دست خودتونه پنیر پیتزا، یعنی میتونید بیشتر بزنید حالا واسه اون کش اومدنش و بسته به نیازتون. خب فلفل دلمه هم که اضافه کردیم پیتزای ما آماده است. داخل فر میذاریم تو دمای 180 درجه مدت 30 دقیقه پیتزای ما آماده میشه. امیدوارم که ازش لذت برده باشین. نوشه جان.